کلاهبرداری علی کریمی از خواهرش. خواهر بیچاره در زندانه و شکایت کرده. خبرگزاری میزان شکایت خواهر علی کریمی رو هم منتشر کرده. گفتیم در این کمپ براندازان شما یه آدم سالمی نمیبینید. همچنین صحبت‌های ایرج مصداقی، یکی از براندازان، بر علیه یک برانداز دیگر، مسیح علی نجات، به دنبال دزدی انوار ملت ایرانه. ماشاءالله چقدر دزخونه شده در کمپ براندازان دوپیلی. بنزاید رفته پیش ولادیمیر پوتین، میگه غربیا به ما فشار میارن ولی ما میخواییم با شما همکاری کنیم، همکاری اقتصادی. گور بابای غربیا، سگونیست هم سوختن از شروع روابط ما با سعودی ها پس از چند سال. خبرهای خوب داریم برای ایران، خبرهای شر داریم برای دشمنان ایران. در طول برنامه هم مثل همیشه بریش براندازان دوپیلی هم سخت خواهیم خندید دوستان عزیز. خب دوستان، با هم دیگه یا علی میگیم و میریم تو کارش. سلام ایرانیان، سلام هموطنان ما در باکو، تالش، نخ جوان، برارون بو هم در تیپ حسینیون، فاطمیون و زینبیون. سلام همزبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، بحرین، القطیف، جنوب عراق، جنوب لبنان، بچون حوسی، شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا، اونایی که صدای ما رو میشنون. دوستان عزیز، انا آقا، ببخشید، علی آقا کریمی از خواهرش کلاهبرداری کرده و خواهر بیچاره رو رهسپار زندان کرده با 50 چک سفید و بدهی که بر دوش خواهرش گذاشته بیشتر از 770 میلیارد تومنه. دزدی و کلاهبرداری از شاخصه های براندازان. دل پولی نجات هم دزدی و کلاهبردارن. 16 کوزپت همچنین مریم قلپو و کلهم اجمعین براندازان چلاب زیرمشگلون. شما در این جماعت یک آدم سالم نمیبینید. اگر دیدید بهش سلام برسونید، بگو آقا رضا اشتباه میکنی، ما یک آدم سالمی داریم، یه آدمی که دیگه مولا درزش نمیره، نه وابسته است، نه دزده، نه پولکیه، نه دیوپیلیه، نه خائنه، نه مزدوره. به خداوندی خدا بیشتر از 20 سال گشتم پیدا نکردم. وقت خودتون رو تلف نکنید. علی کریمی، سلبریتی که مثل شمسی خانم که لگد به بخت خودشون زدن، خودشون رو توف کردن، خودشون رو آخر شر کردن. اون کاخ و امارت و احترام اجتماعی و رانت‌های مختلفی که حکومت به سلبریتی‌ها به اشتباه، به نادرستی میده، اما همه اینا باعث نشد که سلبریتی‌های غربگرا پشت به وطنشون نکنه، دست از خیانت‌هاشون برداره. امثال عادل فردوسی پور، ایفک دراز، اون حمید گمال نژاد و بقیه، اونایی که همه ایرانو به راحتی فدای یک تار موی فرزندانشون میکنه. ولی علی کریمی خدا وکیلی دیگه نوبره که تو به خواهر خودت هم رحم نکنی. آخه نادرست، یه خط قرمزی، خانواده باید خط قرمز باشه دیگه. خواهر جز خیشان درجه یک محسوب میشه. آخه تو به خواهر خودت هم رحم نکنی، الوات نادرست، فک دراز. خب این گمالی که رفته در اسرائیل و آمریکا، لنگان و نصر لنگاش و بریش طرفداراش و اونایی که فکر میکنن از این نادرست مثلا آبی گرم میشه و خیلی آدم حسابی میخنده، این شخص به خواهر تنی خودش هم رحم نکرد. این الوات نادرست 70 عالم. اما ببینیم جریان چیه.
در جریان بازدید دادستان تهران از ندامتگاه زنان، دادستان رفته از ندامتگاه زنان دیدار کرده، خواهر یکی از فوتبالیستای معروف که در بند محکومان مالی زندان زنان تهران است با دادستان تهران ملاقات و درخواستهایی را مطرح کرد. که حقیقا من نارو خوردم، اما برار گنم تفدریش این فقدراز کلا گذاشته سر من، ای برادر ناخلف خدا نشناس، ای بیغیرت، اون زن تودهی و منافقش زابراش کرد، خلاصه من بدبخت کرد گذاشته داخلی زندان. خب لیلا کریمی خواهر علی کریمی در ملاقات با دادستان گفت چندین بار با مقامات قضایی مکاتبه داشته و شرایط نامساعدی که برادرش برای وی ایجاد کرد و منجر به زندانی شدن وی شده را توضیح داده. هنم برارش در رمیه و حق علی، تو باید واسه خواهرت جون بدی خون بدی، اون موقع این دلش به حال ایرانیان میسوزه. ای ایرانیان مغز باخته، خطاب من به اون بخشه که بخش اندکی هم از ایرانیان هستن، ای ایرانیان سلبریتی زده، ای اون دختر خاک برسری که خودتو واسه ازدواج گلزاری تو جرواجر میکردی، اینا دلشون به حال شما نمیسوزه، شما فقط بازارگرم کنشون هستید. اینا به خانواده های خودشون رحم نمی کنه. بیا شاهد، گفتیم خدای ایران سنگ دلترین خداست، گفتیم خدای ایران رسواکر تمام خائنینه وطن فروشان. میبینید که اون از فیروز نادر، این از فک دراز، ببین خدا چطور زده تو ملاجش، تو این فک چنوهش حل کرده این نادرست. خب میگه اسناد و مدارکی پرونده و همچنین اظهارات و مکاتبات خانم کریمی نشان میده دقیقاً زمانی که علی کریمی با انتشار پست‌ها و استوری‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی خود را به عنوان حامی حقوق زنان معرفی می‌کرد و شعار تبلیغاتی زن زندگی آزادی را تکرار می‌کرد که در پشت پرده از خواهر خود سوء استفاده مالی کرده و باعث نابودی زندگی وی شده است. هنه برارش درم یا به حق علی. تفتری برارش، 50 تا چک سفید از خواهرش گرفته و 770 میلیارد برگشت خورده، خواهرش رفته زندان، خودش هم رفته اسرائیل مشغول آب پرتقال خوردنه. کم کم هم داره این ذات کثیف اینا بیرون میفته، به امید خدا، به امید حق تعالی. اینم شکایت خانم لیلا کریمی پاشایی، بله این شکایته. حالا بذار من اینو از نزدیکتر ببینم، خدمت شما بهتر توضیح بدم. خب موضوع درخواست که در کمال تعجب مرا تهدید به برگشت چک سفید و با درج وجه و در صورت همکاری با آنها که هنوز هم که اولا تصور نمودم دیگر چکی در نزد آنها ندارم و بعدا اصلا احتمال نمی دادم که وقتی به افراد حضور نمی دونم شماره لطفی افراد لطفی می کنی این چنین عملی را نسبت به بنده که زنی خانه‌دار و دارای خانواده هستم انجام دهن که در کمال ناباوری پسرخاله این جانب مبلغ چکی به میزان 7000 میلیارد در چک سفید را درج نمایند و سپس فوراً در بانک برگشت زده و همکنون مدت قسمتی ازش اسرار شخصی بوده پاک کرده و همکنون مدت 100 روز در زندان تحمل مینام و فرزند. خب بعد اندرزگاه سالون 6 ده دو اینجا خوب نیفتاده زمانه، ده دوازه 401. خب نام لیلا، نام خانوادی کریمی پاشالی، پاشالی یه همچین چیزی، زیاد مشخص نیست. نام پدر ولی الله، نام جر محکوم
مالی، بله. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم این شکایت نامه رو منتشر کرده. آقای علی کریمی 50 تا چک و چک سفید و از این خانم میگیره و میده به اینه، اونا هم برگشت میزنن. 770 میلیارد تومان برگشت خورده، بدبخت باید بره زندان. هنه ای برار همچین براری در رمیه به حق علی. خاک تو سرت زیبا کلام. نادرست. اینا همه تفکرهای شما، اینا توفاله های تفکر شما، اینا قائد و مدفوع سیاسی شما هن. این لیبرال های اصلاحاتی ها، اینا که انگشتش همی گمال فکدراز انگشتش بنفش میکرد تا روحانی 1400. خودت روحانی سقط بشی در وسط به حق علی اولاد علی. بله دوستان عزیز، اینم از این فکدراز کلاهبردار. بالاخره این جنبش دزد نداشت، به خوبی و خوشی دزدی هم بهش اومد. فکدراز کریمی دزد این اپوزیسیون دوپیلی. ما هم از اینجا میخندیم به ریش تک تک داشته و نداشته اینا، و از خداوند شاکرمندیم که این چنین آنها رو خار ذلیل و خفیف و بدبخت و بی آبرو میکنه. نوکرتیم، اوش کریم. خب این از قوی کردن فک دراز. این اون قولیدوز، این اسمشو چی بذاریم؟ دوستان کمک کنید تو کامنت ها بنویسید قولیدوز. این خواهر زندان بیانداز، خواهر زندانی کن، کلاهبردار خواهر، کلاهبردار از خواهر، نمیدونم. شما بالاخره ما بنویسید از این به بعد با این لفظ صداش میکنی، خواهر بدبخت کن، خواهر بیچاره کن، چه میدونم یه چیزی. هر کدومه که من احساس کردم خوبه، من از این به بعد از اون واژه، از اون کلمه استفاده میکنم. دوستان خوب عزیز، شمسی خانم، شمسی خانم گفته این رضا رخشان فیلم منو میذاره که از بازدیدام استفاده کن. آقا نادرست، دو بازدید داری گمال چقل، خود تو که بازدیدات از من کمتره، بازدیدت کجا بود شمسی با اون پارتنر آدم حرکت؟ به خوابم نیاد. خب اینم از قوی کردن شمسی خانم. اما بریم کلاهبرداری دیگه. در کمپ براندازان ماشاءالله کلم اجمعین کلاهبردار واید بسیار. اینجا ایرج مصداقی داره صحبت میکنه. ایرج مصداقی خب میشناسید، قبلا توفاله خلقی بود تو جوانیش اوایل انقلاب، بعد ده شست هم یه سری داستان ها هم از ده شست سال شست هفت اون دستشون در نکنه، اون توفاله هایی که به اسفل و سافلین فرستادن، که یکیشونو که نفرستادن یکی از عزیزترین فرزندان ایران زمین و ناجوان مردانه ترور کرد، یعنی شهید صیاد شیرازی عزیز. دستشون درد نکنه که این توفالا رو فرستادن به جهنم، باید بیشتر میفرستادن. خب این قبلا منتقد چپ بود، بعد شد منتقد کوزپت، و امروز مجیزگوی و اونجا مایه با چی میگن اونجای کوزپت رو میماله. خلاصه یه جای از کوزپت رو دماغش احتمالا میماله، دماغ مالشه مثلا. الان جدیدن شده در کمپ کوزپت، اینا که پرنسیب سیاسی ندارن، اصول ندارن، چپ هاشون که اینا اصطلاحاً کمونیستی هن و ذاتاً باید دشمن آمریکا و لیبرالیسم و سرمایه داری باشن، همشون کلم اجمعین چپ ناتویی، طرفدار حمله آمریکا به عراق، طرفدار حمله آمریکا به افغانستان، به لیبی، سعودی ها به یمن، اینا همه خره یانکی ها هستن، خره به اسم چپ. البته اینا چپ کردن، چپ نیستن، اینا چپ کردن. خب حالا ایرج مصداقی ببین چی میگه در مورد کوزپت و شالاتانیا و کلاهبرداری های کوزپت در این راستا. ها
حالا که پوپوش کنونه بذار خوب آبروی اینا رو بریزیم، عورتاشون رو بندازیم بیرون. کسانی که امروز خودشون رو در واقع در سطح اپوزیسیون یا به خصوص رهبری این جریان مطرح کردن یا چنین ادعایی دارن، مشکل اصلا اونها هست. در پی تلاش های شدید خانم مسیح علی‌نژاد برای که به نوعی از این نمط کلاهی بر خودشون بدوزن، اول اصرار افراد حالا نمیدونم روز اول سال نو با هم دیگه نمیدونم یه پیام عید بدن یا پیام سال نو بدن، خب خیلی که نشد اپوزیسیون، که نشد نمیدونم ائتلاف با هم دیگه بیای مثلا سوکسو کنیم، خب خیلی که نشد. آقا ایرج مستاقی یه حرفایی میزنی، مگر جز این کارا میشه کاری کرد؟ اصلا بلدید مگه؟ تو کل زورت زدی یه حمید نوری رو که با نامردی هم کشوندیتش سوئد، بعد بذارید زندان، به امید خدا هم به زودی آزادش میکنی، مبادلش میکنیم خیال تخت. خوب بلدی چطور بذاریم تو ملاج غربی ها اروپایی ها؟ مگر به جز این کارا الواد بازی ها و نمیدونم یه چهار تا شعار رو جمع بشیم بریم نمیدونم یه چلو کباب بخوریم بگیم این یه پراتیک سیاسی قدرتمند و قویه، مگر کاری دیگه ازتون برمیاد؟ زیر مشکلو، مگر کاری دیگه ازت برمیاد؟ تو مثلا چیکنکی وسط کوزپت که دماغ مالشی به عنوان یک دماغ مال کوزپت و اینجا چیکنک، مگر کوزپت خودش چه کار میتونه بکنه که دله پولی نجات نمیتونه بکنه؟ اصلا همه تون رو هم کیلوی چند به جز خیانت و تن فروشی، به جز فاند گرفتن پروژه های CIA و موساد و اینتیجن سرویس رو پیش بردن، مگه کاری ازتون بر میاد؟ دیو پیلی که وقتی مبنای حرکتی اینه مطمئنن این به جایی نمیرسه. میبینید تو اولین قدم رو شکست نموشش آدم هایی که این کاره نیستن، آدم هایی که متوهمن، آدم هایی که در واقع تو عمرشون تا حالا هیچگاه در مصدر چنین اموری نبودن، یه دفعه مثل مسیح علی‌نژاد فکر میکنه که میتونه ادای ملکه در بیاره یا رهبر جنبش در بیاره، یا نمیدونم آقای حامد اسماعیلی اون توهم برش داشته بود در وسط جنبش در یک موقعیت احساسی و که چیز هر ایشون مثلا فیه فراخوان داده با کمک ایران اینترنشنال و همه رسانه ها مردم اومدن در اون تظاهرات، اونشون متوهم شده فکر کرده که علی‌آباد شهری و برش هم میتونه ادامه بده. خب اینجوری نیست، دیدی چند ماه پیش چطور نمایش وحدت میذاشتن؟ ما متحدیم، ما وحدت کلمه داریم. گفتم وقتی زمین صفر بشه چطور همدیگه رو گاز میگیرن، دیدید درست در اومد یا نه؟ حالا شکست صاحب نداره، این بنداز گردن اون بنداز گردن این، دقیقا دل پولی نجاد اون حامد گمالیون هم انداختن گردن کوزپت که دهنش چفت بست نداشته و صحبتهای ما رو میبرده جای دیگه پخش میکرده. عبده راست میگن، اینو راست میگن. مسیح اینجا در مسیر بسیار بسیار مخربی حرکت میکنه و بعد هم دیدیم که اون خودش پشت خودش و همسرش هدایت میکردن این ناسزاگویی در فضای مجازی رو، بعدش سایبری رو، و دیدید نوشه‌هاش اینجا و اونجا چهار کردن، نقش کاملا مخربش رو در بازی جام جهانی دیدید، در فوتبال دیدید. خانم بهار هدایت میتونم یا جامعه ما رو کی دو شبکه کسر فوتبال، ایران اینترنشنال، پروژه ایران اینترنشنال و بخش ورزشی ایران وایف به چه پشت اینا بودن و مسیح علی‌نژاد. خب شما ملاحظه بکنید آیا جامعه شهر نشده بود؟ معلومه شده بود و هدف اینا چی بود؟ یک پروژه ضد ملی و ضد ایرانی است. اکسپرت ملی فوتبال ایران کار نداشت، اونایی که باید حمله می‌کردن بخش زیادی شد. شما چه کار کردید؟ شما اون زمانی که به بازیکنان تیم ملی ما فشار می آوردن نمیدونم سرود نخونن این تیم جمهوری اسلامیه، خائنین داخلی مثل اون فردوسیپور دمگشاد دقیقاً به عنوان مجری بازجو وارد شدن، شما به الان که دارید انتقاد میکنید و منتقده و با واقع درست نمیگه، ولی بهتون نمیاد چون شما همه اون زمان سکوت کردید و اجازه دادید دل پولی نجات و اینترگمال خطشون رو پیش ببرن. حالا که شکست خوردید میای همدیگه رو رسوا میکنید. واسه همین گفتن شما رو من صادقانه نمیدونم، من اینو شالاتانیزم و حق بازانه میدونم. میخواید گردن هم دیگه بندازید، میگن شکست صاحب نداره و حالا دارن گردن هم دیگه میندازن. شما کی کوزپت که اومد به بازیکنان تیم ملی تبریک بگه، نوچگانش
به اصطلاح پادشاهی خان که من بهشون میگم ولمعتلان، کجا شما تفاوتی داشتید با اینتر گمال و دل پولی نجات؟ پس دروغ میگید. هدفشون یک پاشگی ایران بود و میهن بود و ایران بود و ملت ایران. شما اگر نگاه کنید ایران زنشان پدر بیامرز، اولین کسی که با تجدید طالبان هش رو نش داشت کوزپت بود که ولی نعمت تونه و دماغ مالشی تو. کی عبدالله معتدی رو آورتون شورای به اصطلاح مهسا؟ رفیق صمیمی شازده کوزپت بود. همین الان مصطفی هجری مال حزب دموکرات کردستان ایران رفیق کوزپت، به اونم یه تجدید طلب دیگه. پس فقط نگید اینتر گمال و دل پولی نجات با تجدید طلبان دمخور بودن، شما هم بودید، شما بدتر بودید. اتفاقا شما بودید تظاهرات میذاشتید در کشورهای اروپایی پرچم شیر و خورشید در کنار پرچم تجدید طلبان. هیچ گونه مرزبندی نداشتید، هیچ گونه مرزبندی اخلاقی میهن پرستانه نداشتید. پس آقای ایرج مصداقی نه یا این حرفا رو بزن، بهتون نمیاد. من شما رو میشناسم، شما هم منو میشناسید، بهت نمیاد، دروغ میگی. فقط هدفت اینه طرف مقابل بکوبی، رقیبتونه. اون لابد فاند بیشتر گرفته، پروژه بیشتری گرفته و شما به عنوان رقیب دارین نگاهش میکنین. ولی از نگاه وطن پرستانه شما اردک آدمای بد و ناجوری هستید، خیانتکارید، وطن فروشید. نه اصول دارید، نه پرنسیب دارید، نه چارچوب دارید. هیچ کدومتون مرزبندی نداشت. عبدالله معتدی با کوزپت اتحاد برقرار کرده بود، حزب دموکرات مصطفی هجری با مریم قلپو. کدوم سرتونو بگیرم؟ کدومتون لکه سفیدی در زندگیشون هست؟ پس ببند در گاله رو نادرس هفتاد عالم، بلش کن دیگه، اعصابم خراب شد، بلش کن این گمالو. خب اگزوز زنبوری، آقا اگزوز زنبوری، باید همیشه اینو تکرار کنیم، آویزه گوشمون باشه، نماد اقتدار قدرت ایرانیان. اگزوز زنبوری به ما ثابت کرد که میشه زیر شدیدترین ضربات تحریمی کارهای بزرگ انجام داد. اگزوز زنبوری به ما نشون داد میشه با دست خالی، میشه با ساده ترین کارها، از همین تجهیزاتی که تو بازار هست ساده هستن، یک سلاح قدرتمند، مهلک و دشمن شکن ساخت. امروز اگزوز زنبوری نماد و برند ایرانیان. امروز ناتو کشه، دشمن کشه. امروز وقتی که صداش میاد، کسانی که امروز خودشون رو در گفته بند، امروز صداش که میاد دشمنان در حال فرار و دشمنان ما از صدای عربرخی بعدشون میاد، از صدای موتورکراس موتورپرش بعدشون میاد، یاد اگزوز زنبوری میافتن. ای جونم دی صداد، ای قربونی صداد، بیام ها میا اما زلنسکی خود برسفت فاک دمین سرت زیبا کلام خرد کپوی تاج زاده با پولی دوزو خاتمی و چیابو نمیدونم علیمی و محمود صادقی و کلهم کلاب السیاسی الخائن الوطن فروشی. خب اینم از این الوات هفتاد عالم ایرج مصداقی و شمسی خانومم گذر کنیم، برسیم به دکتر سایان. این دکتر سایان، این دکتر سایان کی بود؟ سلبریتی سازی تلویزیون ما در پرورش سلبریتی های خائن وطن فروش ماشاءالله خیلی ماهر. اینم از تلویزیون بل شد، اینم از تلویزیون عزت الله زرقامی و نمیدونم بعد و قبل و امیر عسکری و بالاخره هم یه چیزن، یه گندن دستگاه. نمیدونم کی تو این صدا و سیما کار میکنه. آنوسیا قطعا نفوذ دارن که این چنین. شما اکثر این سلبریتی های شاخص رو میبینی همه وطن فروش، همه لیبرال، همه غربگرا.
امثال رامبو جوانا تریارده شدن تو صدا و سیما، بعد بچه هاشونو بردن تو کانادا به دنیا بیارن که در دهات کانادا مثلا دو تابعیتی باش، یه پاسپورت دیگه هم داشته باش. اون دنگوشات فردوسی پور که یه شهروند عادی، اولی بارم تو اون برنامه نمیدونم مسابقه هفته اومد، بعد در همین تلویزیون مجال پیدا کرد و بعد در همین جا هم شروع کرد به لگد زدن و وطن فروشی و خیانت و پدر سوخته بازی. همه همینطوره. یکی از این کسانی که اتفاقا اون رشیدی کیه، مجری لیبرال، غوغای روحانی نگر، غرده که ابو خود رو غوغای روحانی، اون رشیدپور آوردش، این دکتر سایان بعد ادای پیامبری یه بار ادای امام زمانی میکرد با لحن حماسی، هماورد میخواست. دیدیم اومدیم پیش برج میلاد اینجا، گویا یکی از فیلمایی که منتشر شده از زمانی که مسفل سافلین فرستادنش، این فیلم زیر خاکی ازش منتشر شده که ببین یا چقدر ترسو و بزدلن. حالا داره به صورت حماسی میگه، صدا هلیکوپتری میفهمه، سوراخ موش 1000 تومان گیرش نمیاد، خرده کپوت. اینو ببینیم. کار کامیون تریلی بیاتی های دولتی شخصی علاوه بر بستن خیابان راه مستوران از فضای داخلی به عنوان سنگر و محل استقرار و استراحت مبارزان اقدام نمایید. میزان ها با نصب بلندگو و ترانه های حماسی و پخش صدای من مبارزان را انرژی دهید. چاپخانه ها و مغازه های پرینت و کپی. برار سوله صدا هلیکوپتری اومد، قهوه‌ای شد، خود چه خراب کرد، نشست هلیکوپتر وایستا که بشی بشی دی نخیز بشی. از اون گفتاره نمیدونم حماسیت کجا رفت. شما فقط واسه بچه های مردم رو که بفرستید گوشت دم توب بکنید، نمیدونم یه بلایی سرشون بیاد شیری. شهر با نصب بنر و پوستر، شما فقط واسه اونا شجاعید، ولی به خودتون میرسه. دیدید این خودش سبک کنگفو کار رو نمیدونم اینطوری مربیه نمیدونم ورزش های رزمی، صدا هلیکوپتر فهمست، خرد کپود ذات. تازه این ادعاش میگم مثلا این مرد براندازان بود، مثلا این ده خیلی مرد بود، بقیه چطورن؟ بقیه چطورن؟ اینم از این به اسفل سافلین رفته که الان در نمیدونم طبقه هفتم جهنم اون مار غاشیه میاد میخورش، بعد اینطور مدفوعش میکنه، بعد دوباره سبز میشه، دوباره میخورش، دوباره میدش بیرون. فعلا باید 1000 سالی بمون اونجا. بعد او عقربه میاد نیش میزنه تو چشاش. بالاخره الان دارن میله مذاب فرو میکنن تو یه جایی. خب اینم از این آقا سگیونیستا خیلی ناراحتن، سگیونیست‌ها ناراحتن و سرمایه های سگیونیست یعنی لیبرال ها دیروز هم در دیدار وزیر خارجه سعودی، اینایی که اصلا به میدان اعتقادی نداشتن، یکی از این خبرنگارانی که وابسته به این اصلاحاتی و لیبرال و غربگداست اومد یه توییتی زد که باعث شد تو اون سالونی که سعودی هایش کاری نداشتن اومده بودن یه توییتی بزنه که باعث بشه که طرف سعودی رجز خونده بود و تون شرایط بگه که باید سالن عوض کنیم، جایی که تصویرش شهید سلیمانی بود و سعودی ها مشکلی نداشتن و. ولی فتنه اصلاحاتچی ها اگر زمانی که بشار اسد فاتحانه اومد تهران، جواد ذلیل با استعفاش اونو تحت شعا برد، اینا میخواستن با همچین کاری این تحت شعا بره که البته تیرشون به سنگ خورد. اینا سرمایه های رژیم سگیونیستی هن در ایران، اینا بی بی نتانیاهو گفت و هیچ وقت هم تکذیب نکردن، اینا گفت اینا همه خر خود مونن، خاک من سرت خاتمی گمال. خب اما ببینیم جریان چیه.
گزارش جروزالم پست. وزیر خارجه عربستان در بابه روابط حسنه دو کشور خاورمیانه وارد تهران شد. دو کشور در خاورمیانه وارد تهران شد. نزدیکی عربستان به ایران اسرائیل را تا حد زیادی تنها گذاشته است، زیرا تل آویو به دنبال انزوای دیپلماتیک ایران بوده است. آقای پرزیدنت رئیسی میره آمریکای لاتین، تو راه وزیر خارجه سعودی میاد، وزیر خارجه سعودی میره، امروز آقای میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان میاد، نمیدونم سفر به اندونزی، به ایور، به اوور. اون کسی که انزواز شمایید. داریم ائتلاف دریایی هم تشکیل میدیم با کشورهای عربی. دیگه این بدترین خبر هم واسه یانکیاست که اومده بودن به بهانه ایران هراسی در منطقه بمونن و باید جل پلاسشون رو جمع بکنن و گورشون رو گم کنن. آقا مثل این که مولوی عبدالگمال حمارزاده خواسته اینم دنبال جعلیات بوده. اینا همه عرض کردم کلوم اجمعین آدم های نادرستی هن، کلاهبردار، دروغگو، دزد، شالاتان. استفاده یک مولوی مشهور از سند و فیش جعلی برای سفر به حج، جون خم یعنی عبدالگمال. یک منبع مطلع با اعلام این خبر به خبرنگار تسنیم گفت مولوی فوق الاشاره که اخیراً بسیار از حقوق و قانون سخن میگوید که عبدالحمار گمال زاده است و به بهانه حمایت از حقوق بشر به وادی دفاع از فرقه صهیونیستی بهائیت کشیده شد، در اقدامی عجیب قصد داشت با استفاده از سند تقلبی و فیش جعلی عازم سفر حج شود. این منبع مطلع اضافه کرد که تحقیقات در این مورد آغاز شده و احتمالاً به تشکیل پرونده قضایی منجر می شود. مولویشو هم جاهل در اومد. بیا دیگه خدا چیکارتون بکنه. یه مولوی سگیونیست بردارم نادرست، یه مولویتونم جاهل و نادرست 70 عالم و بار در اومد. بله امیدوارم قوه قضاییه اینقدر شهامت و جسارت داشته باشه که این گمال خائن وطن فروش جاهل و جعلی و کلاهبردار بندازه زندان. خب اینم از این. آقا دیدم این مجری صدا و سیما حرفای خوبی زد، خدا وکیلی از اون سردار مازندرانی ما دفاع کرد. ما احتیاج به جسارت و شهامت نیروهای نظامی، انتظامی، قوه قضاییه بر علیه قانون شکنان در هر سطحی داریم، نه چهار روز ببریشون بعد با هل هله و چپل ریزو بیاد آزاد شو کنید، اسمشم بذاری رفعت اسلامی، بعد شمشیر رو واسه نیروهای انقلابی از رو ببندی. این صحبت‌های خوب این مجری هم بشنویم دوستان عزیز. یه چیزی هم میگم قبل اینکه برم من خبرها رو ببینم. دیروز یه کلیپی در فضای مجازی پخش شد از یکی از نیروهای انتظامی کشور تو شمال کشور بود که خیلی محال کردم وقتی اینو دیدم که خیلی به صورت قاطع و اگر کسی بخواد بالاخره خلاف قانون عمل بکنه، حالا یه اصطلاحی به کار گفت گردنشون رو مثلا دمش گرم. این که همه میدونن استعاره است. گردن شکستن کسی تا حالا نمیده گردن کسی بشکنه. گردن شکستن استعاره از برخورد کردن، برخورد قاطع کردن، همون چیزی که مردم انتظار دارن از نیروهای نظامی انتظامی و دمشون هم گرم. همین هم حق هست و نباید با مجرم حالا تو هر سطحی، چه سارق و چه جیببر باشه، چه زورگیر باشه، چه کسی که ناهنجاری اجتماعی ایجاد آفرین، نباید با مرشد باش برخورد کرد و حتما با مشت برخورد قاطع مورد انتظار همه مردم هم هست، کما اینکه در سر جهان همچی رفتار میکنه. پلیس آمریکا کوچکترین تخلفی، گردنکشی یه لات الواتی بخواد واسه شون در بیاره، 50 تا تیر میزن تو ملاج طرف، نمیذاره تکون بخوره، حتی فرصت جون دادن هم بهش نمیدن. نادرسته. بعد صورتی ها و مذهبی نماها و اصلاحچی ها از صحبت های این دلاور ما دردشون گرفت.
چرا؟ چون اینا دنبال چی هن؟ خلای قدرت هن. اینا به دنبال اینن که خلای قدرت پیش بیاد، اقتدار نظام از بین بره، که بیان خیانتاشون رو علنی تر بکنن. ولی کور خوندن فرزندان مرتضی علی مگه میذارن؟ درسته مقداری الان آنوسیا خوی شدن در بعضی حوزه ها، ولی ما نمیذاریم. بشنویم صحبت های این دلاور ما رو. تو این استان، تو این شهرستان های ما، خدای نکرده ناهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنی. دمت گرد شیر پیا، شیر داد حلالت. مادر این پسر آورده، دمت گرد. واقعا ما هم حال کردیم سردار، ما هم حال کردیم. خب دوستان قربون تو برم، ایران ما به پیش میره، خدا وکیلی به پیش میره. این از آمریکا و سگیونیستا که به حال زار افتادن، این از براندازان دیوپیلی، آدم حسابیاش و دزد و کلاهبردار از آب در میره. ما فقط خودمون میتونیم جلو خودمون رو بگیریم، فقط خودمون میتونیم به خودمون آسیب بزنیم. اینو همیشه گفتم ولی نمیذاریم. و ایران هم در نهایت تمامی موانع و اثر را بر میداره. ای هلو بزن کنار، زیر دست بالا نشین، شرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.